راکستار تکلیف ما رو مشخص کن آخر برنامه چیه سلام به همه دوستان عزیز من سلام خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال گیم رسان شو دمتون گرم که همشه کانال خودتون کانال گیم رسان شو اومد من واقعا دیگه موندم الان هم اگه بیام ویدیو بسازم بیام خبری که مثلا اومده حالا درس بده که لیک شده بسازم باز منی که اومدم دارم ویدیو میسازم فوش میخورم باز من میام حرف میخورم باز میام میگم تو دروغ میگی یعنی چیه یعنی خود راکستار احساس میکنم داره ما رو بازی میده یعنی این یه هنر انگار مثلا میاد هی ما رو هایپ نگه میداره والا من هنوز شک دارم اون گیم پلی هایی های هم که لیک شده و اومده بیرون عکس ها همه چی هم باز کار خود راکستار دیگه یعنی من یعنی خودش میاد اطلاعاتی توی در دسترس قرار میده که بقیه هکش کنن من نمیدونم به این صورت ولی ببین انقدر هنرمندانه کارو داره انجام میده که شما همچنان هایپی انقدری که خبر درس بده که بازم تو هایپی الان خبر اومده که چی که قرار GTA 6 اول سال 2025 بیاد خب قاعدتا الان ما چند ماه از سال 2024 گذشته چند ماه دیگه ما باید تریلر داشته باشیم از این میورم اومدن چیکار کردن اومدن به کارمنداش گفته که باید شما بیاین چند روز یعنی ده روز در هفته ما یعنی یه دیگه میگن ده روز در هفته باید کار بکنه یعنی کارا خیلی فشرده شده از این ور خبر اومده که ای 6 توی مرحله نهایی قرار گرفته با هم نمیخونه اخبار راکستا یعنی من هر چی دارم آنالیز میکنم اخبار با هم نمیخونه یعنی من طوری نیست که بیام بهتون بگم که جی تی ای اول سال 2025 میاد یعنی الان من مثلا میام میگم خب بچه خبر لیک شده یک تغییری در سایت راکستار صورت گرفته که اول سال 2025 gta 6 میاد تو میای داخل بخش کامنت ببینید سی یعنی تو چرت و پرت میگی یعنی چی تو راکستار خبر نه. تو خبر داری نه فلان با به خود خبر لیک میشه حالا اون خبری که لیک میشه یا درسته یا غلط ولی خبر اومده سایت ها راجبش حرف زدن توی بخش کامنت ها خدا وکیل دارم بهتون میگم خدا سر اگه یه کنال درو بگم گستاف سوشیما امروز داره پی سی پورت شد دیگه من یه هفته است میخوام ویدیوشو بسازم ولی میدونه ولی گفتم اگه ویدیوشو بسازم بازم چهار نفر میان کامنت میذارن که تو رسانشو داری دروغ میگی به خدا میدونستم گستاف سوشیما برای پی سی داره پورت میشه اصلا قبل اینکه بخواد گستاف سوشیما برای پی سی پورت بشه شایعه شد مادا مثلا نوشتن آره مثلا یه سری شایعه شده بود خبر لیک میشه ببین همه استدیو تمام بازی گنده استدیو بزرگ به خصوص مثلا سونی کپکام چه میدونم راکستار اینا همه اینسایدر دارن اینا همه لیکر دارن اینا کسایی دارن که اصلا کارشون نمینه طرف میره خبر درسه پول میده اصلا برای که بتونه یه خبر کوچیک از راکستار مثلا پیدا کنه از سونی پیدا کنه این خبر رو منتشر میکنه دیگه معروف میشه دیگه ولی بخاطر همین دارم بهتون میگم میگم لطفاً لطفاً, اگه من رسانشو شو میام خبری میذارم و خیلی خبر من دارم یعنی باورتون نمیشه که من چقدر اخبار دارم اخباری که همه خبرهایی که داشتم داره اوکی میشه یعنی همه داره اتفاق میفته و مطمئن باشی خبرهایی که من داشت دارم هم اتفاق میفته حالا شما توی بخش کامنت میگی که آیا دوست دارید که این خبرها یکی یکی با شما به اشتراک بذارم یا نه خبرهایی که پشما تو میریزه اگه بهتون بگم الان هم دارم بهتون میگم خبر اومده لیک شده اول سال 2025 یعنی همون اول سال 2025 GTA 6 میاد بیرون ماه می جی 6 تریلر دوم GTA 6 میاد ماه می تریلر دوم GTA 6 میاد بیرون نه یه سری اسکرین شات میاد بیرون نه پری میاد بیرون یکی از این اتفاقات تو ماه می میفته باز بگید رسان شو اوکی نیست. اگه این اتفاق نیفته من راکستار رو را لعنت میکنم چون راکستار داره من اذیت میکنه چون خبرها رو داره میده بیرون هم اینطور بعد هیچ کدومش اتفاق نمیفته همم هم خیلی جالبه از خود راکستار نش پیدا میکنه دنیا دنیا عجیبیه دیگه تمام اینا سیاست های استودیوی بازی سازه مثلا الان فکر کنم یه خاننده مثل آنیتا الان اومده لوگوی جی تی ای گذاشته که خیلی ها میگن آهنگ رینگ مای بیل اگه دارم درست میگن اسم آهنگشو موزیک تریلر دوم جی تی ای اینو داشته باشی توی تو موزیک دوم تریلر جی تی ای تریلر دوم جی تی ای شیش رینگ مای یه چیزی اینطوری اسمش داشته باشید از من تریلر دوم میاد گوش کنید لایک like و سابسکرایب یادتون نره بوس بدم تک تکتون تک تک توی بخش کامنت بنویسید و تک تک کامنت هاتون رو میخونم لایک میکنم اونایی هم که باحال جواب میدم فعلا